میگم ساسان جونم عمرم، یه قولی میدی؟ تو جون بخواه میدم. نه قول بده هیچ وقت منو تنها نذاری. تو راجع به من چی فکر کردی؟ منو چجوری شناختی تو؟ نه تو حالا قول بده. آخه نیازی نیست بدم، وقتی من عاشقتم با تمام وجود دوست دارم چرا باید قول بدم؟ ولی چشم چشم قول میدم، قول میدم اگه من حق تو رو خوردم، اذیتت کردم، تا آخر باید نموندم، اصلا اگه دروغ گفتم همین الان یه بلا سر من بیاد. دروغ گفتی؟ نازنین ناز نکن، در رو کسی باز نکن، نازنین قهر نکن، زندگی مو زهر نکن، زندگی مو اگه یک گوشه ای تنهات ببینم شده. چرا اینجوری میکنی؟ مادر من چرا اینقدر نازنین نازنین آخه در وردی از خودت؟ بسه دیگه، دیگه شورشو واقعا در وردی. مادر من این آلارم ضبطه، چرا ربطی به اون بدبخت داره؟ حالا آلارم ضبط حالا هرچی هست، آخه اینم شد کار زندگی؟ هی بشینی بگی نازنین ناز نکن، برو در کوچه رو واز نکن، این کارا یعنی چی مادر من؟ عزیز دلم پاش برو سر کار زندگیت، آخه مگه تو کار نداری؟ حفظم کرده مادر ما. نازنین بیا. دخترم بشین صابونتو بخور. نمیخوام. نمیخوام. میرم کارخونه میخورم. سلام سهراب جون، خوبی عشقم؟ دلم وسط یه ذره شده بود. آره عزیزم، آخی عزیزم پس باشه میبینمت، فعلا کاری نداری؟ بای بای. خانم فرخی، اگر صحبت خصوصیتون رو اسپیکر تموم شد عرضی داشتم. این پارکینگ برای دو تا ماشین تعریف شده، برای شما مدت تعمدن طوری پارک میکنی سد راه ماشین من میشه. بله میدونم، ماشینم بزرگ اینجور راحت تره. مگه به راحتی؟ خب اگر میخواین لاغل 7-8 متر اونورتر پارک کنی که بندم راحت تر برم بیرون. ببخشیدا، واسه راحتی شما قانون آقا جون رو به هم نمیزنم، اینجا نباید ماشین پارک کرد. بله در زمین آقای فرخی، بفرمایید زودتر به کارتون برسید، هر روز دیر میای. کلن جلوه بسته. با تو من حس میکنم خوشبختم، تو بودی که عشق و یادم دادی، واسه این روزا به تو مدیونم، تو دلت رو به دل من دادی، من به احساسی که تو چشم
چشماته، من به لبخند تو عادت دارم، این روزا حال و هوام دلچسبه، من به عاشق عاشقات دارم، من و تو خیلی به هم نزدیکیم، من و تو خیلی شباهت داریم، من و تو دیوونه هم هستیم، من و تو خیال راحت داریم، من و تو هم دیگر رو میفهمیم، حیفه که جدا بمونیم از هم، تو نباشی دل منی میره، بی تو من دیوونه میشم کم کم. پرداختی ما الان 2 ماهه که با مشکل مواجه شده. بعضی از کارمندامون 2 ماهه که حقوق دریافت نکردن. ما مجبوریم که ببخشید یه لحظه. آقای فرخی. حواستون هست؟ بله، داره در رابطه با مشکلات مدیریت صحبت میکنه که من مطالب مهمشو دارم نوت برمی‌دارم. بفرمایید. آقای فرخی چطورن؟ خوبم، ممنون. نه جلسه بودن. شما خوبی؟ خانم غفاری؟ ببخشید یه لحظه. بله. خانم اینجوری نکنی به من. ای شما جز تلفن صحبت کردن کار دیگه ندارین؟ زل نزنه جوری من. قطع کن خانم، قطع کن. ببخشید. این برای کار شخصی نیست که. با شما کار داشتن، لیلا جان بودن. کی؟ لیلا نیلوفر. برای چی قطع کردی؟ خب خودتون گفتی. خانم شما واقعا زحمت کشیدید گرفتید یا این خریدنی ها بود؟ چیو؟ فوق لیسانستونو. آقای مهندس فوق لیسانستونو حتما بیاری من ببینم. تو پروندم هست، کپیش هم شده، حتما بیاری این نگاه بندازم. آقای مهندس من کلی درس خوندم به اینجا رسیدم. قشنگ معلومه خانم. این خانم نیلوفر برای من بگیرین. دارن میان اینجا. عزیزم دارم صحبت میکنم. مهم نیست اصلا. عزیزم اگر آقای سهراب زنگ زدن بگید که فردا قرار صبحانه داریم یادشون نره. بفرستش داخل. باشه. قرار چی؟ صبحانه. سوگن یه دقیقه بیا. نمیدونم چرا انقدر از این میترسم. هر وقت میخوام باش حرف بزنم زبونم میگیره. چی شده؟ من نبودم کسی اومد تو اتاق. بعید میدونم. بابا یه پرونده جلد سبز اینجا بود، 2 ساعت دارم دنبالش میگردم. فکر کنم توی اتاق چیز دیدم. چک میکنی چی؟ فکر کنم تو اتاق ساسان دیدم. فکر میکنی تو اتاق ساسان دیدی؟ آره. من نمیدونم این مردی که چی میخواد از جون من. ببین این کارا رو میکنه من هرس بده ها. عمدن میاد تو اتاق من، عمدن ماشینشو میذاره پشت ماشین من، عمدن دیر میاد، عمدن خونسرده. تو رو خدا دوباره دعوا رو ننداز. ببین من یه بار باید به این حالی کنم. باید به این حالی کنم اینجا رئیس داره. نازنین ول کن اینا رو. ولش. کی به تو گفت بدون اجازه تو اتاق من؟ برای کی سلام بفرمایید. ببین چرا پاتو میذاری رو دومم؟ من یه دوم داریم. مسخره بازی در نیار ها. چون دوم بده انقدر درازه زیر دست پا گیر میکنه. اصلا تو چی میخوای از جون من؟ هیچی. جونتو بده به اسرائیل. الهه دق. ای؟ خودت بمیری. خودت جونتو بده به اسرائیل. من تقدیمشون میکنم. چرا دست سر کچل من ور نمیداری؟ اصلا کی به تو گفته هر غلطی دلت میخواد بکنی؟ اینجا مدیر داره، مدیرش هم منم. من کلا یه مدیر دارم، اونم پدر بزرگه. خلاص، ویتامین استرس. اصلا این پرونده رو بذار تو چیکار میکنه؟ این بله.
من لزومی نمیدونم به شما جواب بدم. ببین اینجا هرچی من میگم انجام میدی، فهمیدی؟ آی چته؟ چرا تو دیگه کن؟ بخش بخش بیتر بیاد بیمون تو. ببین تو از صبح شرایط روحیت مساعد نبود، فکر کنم باید عوضش کنی. یا عوضش کنم؟ چی عوض کنم؟ تو رو عوض کنم؟ اینو عوض کنم؟ نه، قرصات رو عوض کن، دوز بالا بزن. مگه من روانی هم؟ روانی خودت بیتر بیاد بردی پر رو برو دیگه حس میکنم و پر رو بخواهی تو بشونم به سر جاز خانم بده به من برو کنار. ترکید حقش بده بابا، زنم نیست ولی دختر عموم هست، بیا بریم تو تنبیت کنم. چرا برگشت؟ ببن نزا بیا تو، ببن نزا بیا تو، ببن ببن. نه نه نه، لیلا نیلوفر خانم، لیلا نیلوفر برگشتم. واکن بزا بیا تو، واکن بزا بیا تو. سلام. سلام، بیا بشین. بریم سراغ خودمون. ببخشید الان میگم میوه بیارن ها، اومد همه شو ترکون. خیلی خوب، چه خبرها؟ خبر خوب. جدن؟ یعنی ما این هفته میتونیم بریم محضر؟ این هفته نه، ولی هفته دیگه میتونیم. میخوام هرچه زودتر تمومش کنیم. یه برنامه هایی برای زندگیم دارم که به کمک تو میخوام سر و سامونش بدم. آره، اینطوری خیال هر دومونم راحت میشه. باید یه جشن اساسی هم بگیریم. خیلی ها رو هم باید دعوت کنی. میگم مامان چرا زودتر بیدارم نکردی؟ خب من دیرم شد. تو مدیر کارخونه ای، کسی جرئت نداره بهت بگه بالا چشت ابروه. اتفاقا چون مدیرم باید زودتر میرفتم، بعدم قرار صبحونه دارم. واقعا که بیشعوری. صبحونه قرار میذاری؟ آره بذار. نازنینم کجای دقیقم کجا؟ شور احمق. صبحونه قرار میذاری؟ آره بذار، به نهارم نمیرسیم. عادتشه همیشه منو هرس بده. بمیری. چقدر میسکال دارم. ای 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 شما به من زنگ زده بودی؟ من مسخره دست تو هم؟ قرار نبود صبح این لگن رو بذاری بیرون؟ از خانم محترم مثل شما بعیده همچین رفتاری. کدوم رفتار؟ قرار بود صبح این نشکش بیرون باشه. نشکش که لعنت بر شیطون. الان داری به خودت لعنت میفرستی؟ مثل که شما ادب و نزاکت حالیت نمیشه؟ بگه تو حرف حساب حالیت میشه. خانم بارها این اتفاق از جانب شما افتاده. هرگز من عصبانی شدم؟ من کی عمدن ماشینم گذاشتم جلوی ماشین تو؟ مگه الان اتفاقی افتاده؟ اتفاقی نیفتاده؟ از صبح تا صد بار به موبایل کوفتید زنگ زدم. خانم محترم من که متوجه تلفن نشدم. بعدم شاید خیر بوده، میرفتی بیرون تصادف میکردی جفت پاد میشکست. جفت خودت میشکست چنگور. قارپوز. اصلا من قرار نبود عوض کنی. الان دوباره به من گفتی قرصامو عوض کنم. الان دوباره به من گفتی روانی. روانی خودتی. برو. بابا من منظورم این بود که سوئیچ گفتم از هر دو ماه قرار بود 25 ماشینو عوض کنی. ولی واقعا مخت معیوب قرصاتو بعد عوض کنی. دلم کوه. چرا اینجوری می‌کنی؟ بچه شدی؟ مامان همش به من میگه روانی. تمومش کن نازنین. احترامت کجا رفته؟ بچه شدی؟ مگه تو پسرموش نیستی؟ مردونگیت کو. عوض که پشتیبانش بشه باش لج میکنی؟ بله. خجالت بکش بابا. این باید خجالت بکشه یا دختر تو باید خجالت بکشه؟ چرا؟ لاغل از سن و سالت خجالت بکش. من تو حیات خونم و عروسک با
بازی میکردن تو عروس خانواده بودی. آخی عروسک، عروسک من. حالا که میبینی من نمردم، این سرو سکندر جلوت وایستادم، اجازم نمیدم به بچه من توهین بکنم. فکر کردم مردی خبر نداری. خودت بمیری انشالله. زنمو، زهر ما رو زنمو با والا پرستیشش هم حفظ میکنه مادر من. پرستیشو خیلی خوب اومدی والا. مامان اونجوری از تو من توقع نداشتم. هر چی میکشم از دست تو میکشم. مامان جمان درد بی دوا درمون با این وصلت کردنت. برو گم شو. این با کی بود الان؟ طرف من بود؟ بله. سلام نازنین جان، چرا گوشی رو برمی‌داری؟ سلام عمو جان، ببخشید متوجه نشدم زنگ زدین. خوب هستین آقا جون؟ خوبن. ممنون عزیزم، همه خوبن. گوش کن نازنین ببین چی میگم عمو جان. الحمدلله تو این یه سال دوا درمون آقا جون جواب داده، با شیمی درمانی حالش بهتر شده. ای خدا رو شکر. فقط دکترها گفتن یه مدت هیچ استرسی نباید به آقا جون وارد بشه، وگرنه دوباره مرضیش عود میکنه. آقا جون فردا بعد از ظهر ساعت 3 میرسه تهران. ای چه خوب. شما هم تشریف میارین؟ نه من بعدم میام. رویا رو باهاش فرستادم، دوست داره تو عروسی شما باشه. یادتون نره فردا برید فرودگاه دنبالشون ها. من و ساسان؟ آره دیگه نازنین جان، حسابی دور و برش بگیرید. اجازه ندید کسی به آقا جون استرس وارد کنه. متوجه شدی چی میگم؟ آخه عمو جان اجازه بدین من یه چیزی بگم. چی میخوای بگی؟ میدونی که آقا جون چقدر شما دوتا رو دوست داره؟ تنها دلخوشیش بعد از مرگ پدرتون شما دوتا هستی. عمو جان. جانم. ببینین من و ساسان طلاق گرفتیم. عمو جان جدا شدیم. جدا شدیم. طلاق گرفتیم. چی داری میگی تو؟ شما که عاشق هم بودی. بله بودیم، ولی عشق هم عشقای قدیم. عمو جون بفهمه چی میشه؟ چی میشه؟ عصبی میشه، استرس بهش وارد میشه. خب چیکار کنیم عمو جون؟ شده دیگه. عجب گوشالایی هستید شما. نذارید آقا جون بفهمه. سرطان آقا جون برگرده من میدونم. برگشته چی؟ دست ما نیست که عمو جون. خیلی هم دست شماست. اگه بهش استرس بدید سرطانش برگرده، خیلی جان. اون وقت من میدونم و شما دوتا گوشاله. خداحافظ. حالا میخوای چی کار بکنی؟ نمیدونم مادر من، نمیدونم. آخه اینم شد حرف؟ یعنی چی نمیدونم؟ یعنی اینکه نمیدونم. من کلم کار نمیکنه. یعنی چی که کلت کار نمیکنه؟ پدر بزرگت که حالش خوب شده، واسه چی گریه میکنی؟ واسه اون گریه نمیکنم که، واسه یه چیز دیگه گریه میکنم. موخه منو خوردی، دو ساعته داری راه میرینی پیرزن رو غور میزنی. بگو واسه چی گریه میکنی؟ اصلا وقتی فکر میکنم که باید نقش بازی کنم زن این احمق بیشورم الان بر میشه. آخه عمره به من جایزه اسکار و نقل و طلا هم بدن، حاضر نیستم یه دقیقه نقش مقابل این دیوونه بیلمز رو بازی کنم. اصلا رو موخ منه قربان بیمار. تو الان دوستش هاشم ها؟ یعنی این مدت یه کارهایی کرد که اصلا نمیخوام ببینمش. حالا نیست که من لح میزنم ببینمش، میبینمش کهیر میزنم چندش. اگه به خاطر استرس سرطان پدر بزرگت برگرده همش میفته گردن تو. گردن من؟ فوق گردن من؟ زنموی تو یک مارمولکه که دومی نداره، این آفتاب پرست میمونه، هر دقیقه به یه رنگ در میاد. زنمو؟ بله زنموت. پیخر مرده میگرده نلشو بکشه. اسب خر چه فرق میکنه؟ یه لحظه همه ساکت، خواهشان همه ساکت، همه ساکت. یعنی چی همه ساکت همه ساکت؟ دیوونه شدی؟ مگه به غیر از من و تو اینجا کسی نشسته؟ من شما رو میگم مادر من، شما محبت میکنی بری با نازنین صحبت کنی. با نازنین چه صحبتی من دارم بکنم؟
من با مادرش داشتم صحبت میکردم دیروز، برگشت من گفت نازنین میخواد بره ازدواج بکنه با یه پسری چه میدونم اسمش هم گفت سهراب مهراب. به جهنم. میوه تموم شد؟ ماشالله هزار ماشالله، اصلا اشتها نداری، خرو با خور میخوری، مرده رو با گور میخوری. اینم مادر ماست. وا سلام. سلام. با ماشین شما ببریم یا ماشین من؟ فرقی نمیکنه. نه من میخوام شما راحت باشی. با ماشین من. ولی منطق و عقل سالم میگه ماشین من جلو دستر راحت ترین با این بریم. خب این لگنو بردار بذار بیرون. اومد دست من شد لگن. آره ببین اصلا مشکل من الان ماشین نیست، مشکل من رانندگی افتضاح شماست. چرا داری هزیون میگی؟ الان رانندگی من چشه؟ راست میگی مایکل شوماخری. شوماخری بیتر بیاد. بابا دارم میگم مایکل شوماخر قهرمان رانندگی جهان. اصلا تو بیخود میکنی سوال میپرسی؟ با من احترامت گذاشتم. احترام گذاشتنت بخور تو سرت. بیتر بیعت پر رو. یعنی چی؟ مامان چی شده مامان؟ هیچی مامان، همه شروع مخه منه. نه داریم مشورت میکنیم با کدوم ماشین بریم. مادر میگم اب نداره ما نمیایم پیش واسه آقا جون. نه مامان جون میریم، رویا خانم هم داریم. من دوست ندارم یه وقت فکر کنن منم مثل بعضی دارم از زیر کار در میرم. خدا رو شکر که آقا جون نیت آدمای بدزا تو خوب میفهمی. طفلک آقا مشتبه چی کشید از دست شما؟ خیلی هم دوستم داشت، خیلی هم عاشقم بود. مردم کور خودشونن بینای مردم. مامان یه وقت نکنه شما بدون نیش حرف بزنی ها. والا شما که زبونت همیشه این اره راحت و آسوده داره کار میکنه. مامان زنمون شورشو دیگه در آوردین. اگر صد بار بر مشکش زنی بوغ، همان دوغ و همان دوغ و همان دوغ. خب مادر من زنموت حواس دوغ کرده، بپر سر کوچه دوتا دوغ بگرده بیار. مامان جون زنمو خواهش میکنم تمومش کنی، الان ما دیر میرسیم. تو رو خود بریم. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. با فاصله از هم برین. مادر مراقب باش داریم میریم. چشم بفرمایید. شما بفرمایید با فاصله از هم. بفرمایید خانم بیا با هم بریم. خواهش میکنم. ببین جلوی آقا جون حرف بی خود بزنی، میزنم به سیم آخر آبروتو میبرم. تازه میزنی؟ خیلی وقت زدی خبر نداری. با مادرم خصوصی ببخشید. به من چه؟ کیه؟ ای بابا دخترمو چطوره رویا خانم؟ So far so good. So far so good. همون سوسای خودمونه. به این دست زمان حساسم. اومدم عروسیتون بهتر کنم، یعنی یه جور هندی برقصم همه بمونن. البته تو بخش نسوان یعنی خواهران به ما مرتبط نمیشه آقا جون. حالا عروسیتون کی هست؟ ها؟ نمیدونم. خیلی زود. یک عروسی براتون بگیرم که همه انگوش بدهن بمونن. آسان ساک ساک ساکی چی؟ چمدونا رو میگم یادت نره. چمدونا؟ سلام آقا جون خوش اومدی. سلام خوش اومدی. الهی هیچ وقت سایتون از سر ما کم نشید. نه باشی سلامت باشی عزیزم. آقا مرتضی چطورن؟ خوبن زنده باشی سلامت باشی. راستی من میگم امشب بیاین خونه ساسانینا شام، بعد شب ما میایم خونه شما. خواهش می‌کنم. شما زودتر تشریف بیارین که خیلی با هم حرف داریم بزنیم. ما که همیشه مزاحم شما هستیم. اختیاد جان مراهمی. خیلی خوش اومدین آقا جون. وایسا ببینم. جلو آقا جون تو مخ من نمیری یا؟ شما هم همینطور. ببین من قاطی کنم بعد قاطی میکنم. قاطی که کردی، ولی حیف امورتزه اون حرف رو زده دستبال من رو بسته. وگرنه وگرنه چی؟ من آخر این ماه دارم با سهراب ازدواج میکنم. خب یک سر سوزن از این چیزا رو بفهمه من میدونم و تو به جهنم. با هرکی میخوای ازدواج کن، خلایق هر چه لایق. شما نمیای؟ چرا آقا جون الان میای؟ چی داری پچ پچ میکنی؟ یکی راجب بچه هست. من میگم نسل بچه ها زیاد بشه، 6 تا داشته باشیم. گیری داده میگه یکی بسه. نه 6 تای تو نه یه دونه اون،
3 تا. 3 تای آقا جون از همه بهتره. شما چی میگین؟ چیزی شده؟ من نرفتی تو؟ عزیزم کجا بودی؟ دستشویی بودی؟ اونش مهم نیست، میشه یکی برام توضیح بده؟ چیو؟ ساسان طلاقت داد نازنین جون؟ نه ساسان طلاقم داد؟ من طلاقش دادم. الان مدال المپیک جابجا شد، اینجوری هول شدی؟ نمیدونی دهن لق بی بی سیه؟ من که بی بی سی بودم؟ همیشه همه انسی. آخه من که خبرچینی کردم آقا ساسان. عزیزم تو اصلا ناراحت نباش، این بیچاره مشکوک بدبینه به همه کس. بیا بریم. ببخشید. پسورد وای فای برای میخواستی؟ دیدی بی بی سی؟ اصلا تو برای چی گوشی من نگم کنی؟ سخواست باشه نباید داره خواهشون استرس بدیم. چیزی شده بچه ها؟ هیچی آقا جون، زنمو زنگ زده بود، دارم اونو توضیح میدم، گفتش که ببرم خونه خالش. مامان من زنگ زد. بله شما سر تو تلگرام بود متوجه نشدی. ولی من میخوام همینجور بمونم. خب بذار یکی دو روز بمونه بعد ببرش. مرسی آقا جون. بله ما که بیشتر میخواییم. فقط یه داستان دیگه هم هست، رویا علاقمندی شبکه بی بی سیه، ماهواره ما هم که اینجور چیزا نمیگیره، بیشتر رو گزل و ترک تنظیم کرده. مامان اینه. مامان من کی زنگ زد؟ بیا بهت توضیح میدم کی زنگ زد. بیا بیا میخوام بی بی سی هم بحث میکنم. بیا اصلا میدونی چیه؟ میخوام برم همه چی رو به آقا جون بگم، بگم من این مرتیکه رو طلاقش دادم. خولبازی در نیاری یا؟ گناه داره پیرمرد بیچاره. تازه میخوام برام بهش بگم ما دیگه نمیخوایم اینجا زندگی کنیم، خونمون هم باید عوض کنم. یکی دو هفته دندون رو جگر بذار، بذار آبا از آسیاب بیفته. اگه پیرمرد عصبانی شه آسایش از ما گرفته میشه، وقت من میدونم با تو. مامان جون دیگه نمیتونم تحملش کنم، ساسان رو مخ منه. تازه بعد هیرا برام میگم وای عزیزم عاشقتم میمیرم برات. این ادا عطارا رو در نیار، دارم بهت میگم تحمل کن. چرا داد میزنی؟ برای که حرف حساب علی نمیشه. حالا میفهمم ساسان بیچاره چیه دست تو کشیده. ای مامان بلند شو حاضر شو بریم. رویا خانم چرا اینجوری؟ یه رونی سینه ای چیزی بکشین تو بشقابتون بخوری. I don't like chicken. I don't like chicken. میگه چیکن دوست نداره. چیکن دیگه چیه؟ چیکن خب این ادا و سو چی از خودش در میاره؟ خب بگه من چیپس دوست ندارم. نه اقدس خانم، چیکن یعنی جوجه، میتونیم بگین چیکن؟ جوجه زنمو. چرا این زنمو؟ اون زنمو راستی زنمو کی تافل گرفته ما نگفتی؟ چیزی شده؟ میخوای برد بکشم؟ نه بین یاد این دیوونه زنجیری افتادم، هی میاد جلو چشم به هم میریزم. ساسان میگم حلالت نمی کنم اگه یه دون از این تافلایی که زنمود داره بر من نگیری. میخری میاری تو خونه. حالا صحبت باری راجبش همینه که بهت گفتم نگیریم، پا تو تو خونه نمیزه. آیلس هم میگم بهت گفته باشم، آیلس مایلس هم نمیخوام. همینی که زنمود میگفت چی بود اسمش؟ تافل خریدنی نیست. همین تافلی که میگم. باشه چشم. بگم بچه‌ها فردا میریم یه سری به کارخونه میزنیم، از اونجا میریم سر مزار پدرتون. ما هم میایم آقا جون. نه 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 میخوام با بچه‌ها تنها برم، خودتون برنامه‌ریزی بکنید جدا بریم. باشه هر جور که میلتون. چشم. روباه میگم چقدر زیاد شد آقا جون تو تهران. شبا میان حیوانی تو این سطل آشغالا دنبال غذا. آفرین آقا جون. ای قربون تیپت برم من. که کلاتم با همش دست نزن عزیز من. میدونی که من حساسم، یه دونه اصلا برات میخرم. به جای این کارا یه موسیقی قدیمی سنتی بذار دلمو واج شه. چش نوکرتم اصلا آقا جون. این موسیقی قدیمیه؟ نه آقا جون این محتواش سنتیه، میکسه. قدیما مثلا ناز میکردن میگه نازنین ناز نکن، بلا نسبت ایشون اصلا ناز نداره این دخترمون. آفرین رو با هم چقدر زیاد.
همونطور که آقای دکتر گفتن توی 8 ماه گذشته رکود تمام کشور رو فرا گرفته و متاسفانه کارخونه ما رو هم تحت تاثیر قرار داده. ما مجبور شدیم که 40% از تولیداتمون رو کاهش بدیم و با توجه به این ناچاریم که نزدیک به 30% از نیروهامون رو تعدیل بکنیم و متاسفانه اخراجش رو کنیم. تازه بدتر از اون در بازار هم 30% کاهش فروش داشتیم که من فکر میکنم تنها راهی که بشه جبران مافات کرد اینه که مثل سایر شرکت‌ها و کارخونه‌ها 70% قیمتمون رو بالا ببریم. ببخشید خانم فروخی، 70% میدونید یعنی چی؟ میخواییم با بولدوزر بیافتیم به جون مردم، به کارگران بیل بدیم که اگه خواستن در رنگ قصر نتونن در برن، با بیل بزنن کارگران. ببخشید آقای فروخی، کارخونه مدیریت داره، صلاح دید مدیریت هم اینه. ببخشید خانم فروخی، معذرت میخوام، مدیریت به تنهایی نمیتونه، در واقع هیئت مدیره برای چشم آقا جون اینو کاملش کنم، در واقع هیئت مدیره برای این اینجا تشریف آوردن. اجازه بدین یه لحظه بفرمایید. آقا ببخشید، حالا راجع به این موضوع بعداً تصمیم میگیریم. جهت حسن ختام میخواستم عرض بکنم که واقعاً از مدیریت نازنین خیلی خوشحال هستم. برنامه من این بود که مدیریت کارخونه رو بین دو تا نوه‌هام تقسیم بکنم. خب نوبت نازنین تموم شده، از امروز مدیریت کارخونه به ساسان واگذار میشه. البته نازنینم معاونت ایشون رو قبول میکنه. امیدوارم با همدلی و همکاری متقابل همه چی بتونه خوب پیش بره و شما هم راضی باشید. تشکر میکنم از هیئت مدیره محترم، میکنم که شما هم بتونید راضی باشید در مسئولیتی که دارید. افتخار آقای فروخی جوان. خسته نباشی خانم معاون. چرا قطع کردی؟ لیلا جان نبود که؟ با نازنین خانم کار داشت، یه آقایی بود. خب چرا قطع کردی؟ سهراب جان بود؟ خودشو معرفی نکرد، گفت دوباره زنگ دیگه نزنه. سهراب جان، رستم خان، اسفندیار، از امروز تلفن‌های خصوصی رو خانم تماما قطع می‌کنی، وصل هم نمی‌کنی. تمام. سلام. سلام جانم. سلام باشی. خانم فروخی، در خصوص اون وام که قرار بود مساعدت کنید اومدم خدمتتون. آها بله بله حتما. عزیزم یه خودکار به من بدی. آو سه وام پاداش‌های نجومی رو لولو برد. از امروز موقت تعطیل تا مدیریت جدید تصمیم بگیره. بفرمایید جانم، بفرمایید. ببخشید منشی خدمتتون زنگ میزنه، بفرمایید. جانم بذار مهر ریاستت خوشه. میشه. خیلی بی جنبه. میدونم. کجا؟ اینجا. خانم بگیم وسایل منو ببرم اتاق مدیریت. نشنید چی گفتم؟ از امروز مدیر کارخونه بندم. بله. فقط چشم. چشم. مدیر مصدوم شد. 2 روز تعطیلی رسمی. ها. شوخی کردم. به کارتون برسیم. به کارتون برسیم. چنش. ببین. اینقدر ازش میترسم وقتی میبینمش نمیتونم 2 کلمه باش حرف بزنم. میترسی؟ از این؟ این همش هارت و پورته. حالا چرا اینجوری شد؟ چه میدونم؟ آقا جونه دیگه. ولی ریاست به تو خیلی بیشتر میومد. میدونم. اینم میخوایم ببری؟ این نه. اینو. اینو بگی بذارم از هر جاش. به اینا دیگه دست نزنیم، فقط وسایل. اینا سر جاش. ما باید در مدیریت کلان ما عنوان مدیریت جدید باید در مدیریت کلان باید همواره با عنوان مدیر جدید در حفظ چند تا بریش کن بابا. شکوله دیگه هم بریم. آه.
خانم غفاری بیاید داخل. چقدر خودشیفته، آخه کی عکسشو میذاره رو مو؟ البته میرم که فقط میخوای هرس من در بیاری این کار رو میکنی. بفرمایید. بله. در رو ببندید بیاین داخل. این ماجرای فیش‌های نجومی سرکار خانم چیه؟ نازنین خانم نوشتن. چه معنی داره به عنوان پاداش فیش‌های نجومی داده بشه؟ من از امروز جلوی این فیش‌های نجومی رو میگیرم. تمام خانم؟ نجومی نیست آقای فرخی، فقط یه تومنه. چه یه میلیون چه هرچی؟ اصلا چه معنی داره منشی پاداش بگیره؟ مگه لیفتراک جا به جا میکنی یا جرثقیل؟ نهایت کاری که میکنی یه گوشی ولم میکنی، کنارش همت کنی یه خودکار دوتا چیز بنویسیم. هرچی شما بگی. آفره، من پیگیر این چیزام، مدیریت جدید، هر چیزی من بگم. خب خانم محترم، حالا من الان برای شما بیا کارکردان مدیر قبلی ببین چه معنی داره این. اصلا بیا، من از الان برای شما دو برابر پاداش می نویسم به شرط اینکه برای بنده کار کنین. بله، هر چی شما بگی. شما این سهرابو می شناسین؟ کدوم سهراب؟ سهراب دیگه، پسر رستم تو شاهنامه هست. بله بله شناسم. خانم این سهرابی رو میگم که با نازنین خانم قرار ازدواج کنه. نه، من شخصی به نام سهرابو نمی شناسم. خب از الان بشناسید. من هم آدرسشو میخوام، هم شماره تلفنشو. شمارش تو گوشی نازنینه. اگه برای من کار نکنین ماه دیگه اخراجت خانمو. تعارف نمیکنم ها، من شماره این مردک رو میخوام، حتما برای من پیدا کنید. سعی هم میکنم براتون گیر بیارم. سعی نکنید، حتما پیدا کنید، حتما. بفرمایید خانم، بدین حساب داری اینا. لطف کرد. فقط خانم شماره این سهراب واسه من گیر میارید. این مردک زندگی منو به هم ریخته، فردا زندگی یکی دیگر به هم ریزه، ممکنه زندگی شما رو به هم ریزه، ممکنه به این کارخونه و جامعه لطفه بزنه. متوجه شدید؟ این پاره نشه چروک بشه به پول نمیدن ها. برین خانم. آقای فرخی دیگه خانم بیشتر از این جا نداره. نه میخواستم بگم ریاست خیلی بهتون میاد. حتی اونو بی‌زحمت بدین به من. من براتون یک مقدارم اضافه کاری رد کردم. خدمت شما. گفتم ریاست بهتون میاد. یه لحظه، قشنگ معلومه رو هوا گفتید، بعدی هم همینو میگید. بفرما این هم آخرین وسایل نازنین خانم بهش بدین. مرسی. تا عمل کردتونو ببینم. آقا جون کلاتون جا مون. نه بابا نه دیدم شوخی کردم. آقا جون آقا جون یه آهنگ بذارم برات. نه تو رو خدا نمیخواد آهنگ بذاری، سرمونو بردی با اون آهنگات. میگم ماه دیگه 13 رجب خوب برات عروسی میگیرم. عالیه، بهتر از این نمیشه. نه آقا جون خیلی زوده، من میخوام رژیم بگیرم. کجا زوده دیگه، سیرم رد کردیم که میخوایم بچه دار بشیم پس. نه آقا جون، بعد میگم آره دیگه الان خیلی وقت شما عقل کردید، بهتر عروسی بگیرید برید سر خونه زندگیتون. بله موافقم، اصلا میگم یه خونه مستقل هم بگیریم. آقا جون شما هم اصلا دیگه بیا پیش ما، قدم بذاری رو چشم ما، یه 6 تا دخترم به دنیا بیاریم خوشگل عین مامانشون، اسمش هم بذاریم نازگل، نازبانو، نازآفرین. ببین تو رو خدا آقا جون سرخوشه اصلا الان از الان عروسی گرفتی. چرا لباس قرمز هم پوشیده انگار نه انگار میخوایم بریم سر خاک. اولا قرمز نیست، این زرشکیه. دوما الان نمیریم تشییع جنازه که داریم میریم سر خاک، اموات روحیشون شاد بشه، ما روحیمون شاد بشه. بعدم بهت عرض کنم که اصل کار دله، باقیش وله. خدا رحمت شما. خدا رحمتشون کنه که رفتن اخلاق گندتو ندیدن. حیف شد، حیف شد رفتند و این مدیریت منو ندیدن.
واسه خودت هم دعا کن خدا یه عقلی بهت بده. ولی تو زور نزن چون فکر نکنم هیچ دعایی رو اثر بذاره. آقا داداش برادر من آقا بسطش که نمیتونم جانم بخونم آقا همین 200 میزنی اینه وقت گیر اینجا جای قشنگی هستن واسه نازنین میگم شما خیلی بیجا میکنه طرف کی اومدی ها آسان جانم بخون بده خدا رو مردک من سر خود میگی برای نازنین بخونم و ما همیشه واسه این نازنین خفته میخونم ولیش کن آها برای نازنین خفته ها میگه بله بفهم ببخشید حالا بخونم واسه بله ببخشید آقا جون بفهم بله کجا رفتی ای نازنین نه پدرم مرحوم پدره کجا رفتی ای نازنین پدر؟ نه بدون نازنینش بخون بدون نازنین که لذت نداره که باشه هر جور دوست داری بخون اون لذت ببر کجا رفتی این بفهمه کجا رفتی ای پدر؟ و نازنینش چی شد؟ بخون آقا برش قاطی تو آخه سلام خوبین؟ سلام علیکم عروس گلم حالت چطور مادر خوبی؟ خیلی ممنون چه کیک بامزه نقلی؟ نقلی هست ولی کمیت مهم نیست کیفیت مهمه کلثوم جون کجا؟ آشپزخونه سلام آقا جون سلام عروس گلم الان مامان جونت داره خودشو بسه آقا جون لوس میکنه یا با مامان من کلکل میکنه؟ هیچ کدام در واقع برای مدیریت من زحمت کشیده آخه چقدر بهت نمیاد ولی به شما میومد و وفا نکرد کلن میز بهش که وفا نمیکنه سلام مخلصیم آقا جون شما چطورین؟ شما خوب باشید منم خوبم شطرنج چی آقا جون گذاشتی جلوی مغزش نمیکشه منچی مارپله بذار فشارش نیفته چی داری میگی رسما داره من میبره کاری نداری برات کنم قربون دست من فقط چشام میسوزه تو پیاز خرد کن واسه مامان جون کاری نداری برات بکنم چرا عزیزم قربونت برم ببین پیاز بگی قشنگ خرد کن نگینی خرد کنه یا درشت بیا بچ شما میپسندید خانم لطفا توجه کنید بفهمید آقا جون با شما نیستم بعدش چی؟ بی تربیته بفرمایید آقا جون الان واقعا خیلی خوشحالم که میبینم شما هم دیگر دوست دارید بله و انشالله عروسیتونم به پا میشه و این بهترین چیزیه که به عنوان هدیه به من میدید بابا آقا جون اینه که نمیخوان عروسی بگیریم راست میگه آقا جون ما نمیخوایم عروسی رو تالار بگیریم چی میگی بابا آقا جون اینا نمیخوان عروسی بگیریم آقا جون منظور رویا جون اینه که ما نمیخواستیم عروسی بزرگ بگیریم میخواستیم یه همینجوری دور همه یه جای کوچیک باشه دیگه تالار نباشه نازنین جان حتما باید عروسیتون رو تو تالار بگیرید برای اینکه مهمونای مهمی رو دعوت کردم اون اصلا مهمونم خب ما زیاد آخ مهمون گفتی یاده مادر ایشون افتادم زنمو زنگ زد چرا رویا رو نبردین خونه خالش از من شاکی شد آقا جون خب کاری نداره فردا صبح شما با نازنین ببریدش خونه خالش آقا جون میشه من نرم؟ هرچی من گفتم میگه چش من فرق نمیام ها نشنیدی؟ میگه آقا جان هرچی گفت باید دگیم چشم ای بدر زشت بازی دختر راستی دخترم رو ببخشید دیروز داشتیم چمدون تو جا به جا میکردیم یکی از سوغاتیات افتاد من دیدم چقدر زحمت کشیدی سوغاتی اووردین شما این بعضیش بر دوستام ها بر من نیست بر حال آقا جون میدونه شما اینقدر هزینه کردین؟ میگم که حالا اصلا نمیشه بجای فردا همین امشب من رو ببری خونه خاله دیوانه است آقا جونا نه به اینکه گیر داده بمونم نه اینکه یو میگی نصف شبی من رو ببرید صبح میبریمت با نازنین جان دیگه بازی کن اونم خوب نیست زیاد رویا اون حرکت میگم خوب نبود آقا جون رویا خانم اگر کنترل دهنتو داشتی از پرسنل بی بی سی نبودی الان به جای که بریم خونه خالت میتونستیم بریم کیش شمال شیراز پسرمو انقدر رو نرو من نرو یه دیدی همه چیو به آقا جون گفتم خب آفرین فقط من یادم رفت از عمو مرتضی بپرسم شما بسته‌ای باید سیگار براتون بگیریم یا باکسی نه شوخی کردم نه کجای کاری نمیگم با آقا جون نه شوخی کردم آفرین پس دیگه با آقا جون نمیگی اینم بده به من چیکار میکنی؟ آقای محترم عزیز عوضی همه آشقال بی خود میکنی یعنی سنگ میزنی مزاحم میشی بارا آخر داشت دست از سر کشن ما بردار بیا ترسید قطع من
اصلا تو بیخود میکنی به موبایل من دست میزنی پارلو؟ اون بیخود میکنه زنگ میزنه. زنگ زدن عشق من به تو چه ربطی داره؟ همه چی به من ربط داره. اصلا تو چه کاره ای؟ مدیر؟ تو بوغم نیستی. نگه دار من پیاده میشم. گفتم نگه دار پیاده میشم. خیلی خب بذار یه جا پیدا کنم. نگه دار پیاده میشم. نگه دار پیاده میشم. نگه دار پارلو. نگه دار پارلو. نگه دار پیاده میشم. نگه دار خود نگه دار شب چهار باسا. وایسا. نگه دار پیاده میشم. بیا هر کاری دارم میخوام بخوام بفرما. ساکت. من یه تار موی سهراب با 100 تا مثل تو عوض نمیکنم. فهمیدی یا نه؟ بعدش هم آخرین بارت باش با سهراب اینطوری حرف میزنی ها؟ با سهراب که هیچ، با رستم هم همینجوری حرف میزنم. برو بابا قورباغه. خلایق هرچه لایق. خانم غفاری یه لحظه بیاید داخل. مرد تا بیاد. چیکار کردید خانم؟ چیزی نیست، دماغم بود. تونستید از این مردک سهراب خبری به دست بیارید؟ دو هفته بهم فرصت بدین گیرش میارم. موندن شما به دو هفته نمیکشه خانم. بفرمایید بیرون خانم. سلام خانم حسنی، خسته نباشید. خانم حسنی، ما تو کارگرامون یا کارمندامون شخصی به نام سهراب داریم؟ نمیدونم والله. ببینید خانم، خواهش میکنم. بعد همین حدودا باید باشه. نه خانم، خوشیب یه سلیقه یه دید من فهم نه اصلا. ممنون. خیلی بیجا میکنه. بکن میگم عزیزم، قربونت برم. من هم دوست دارم، عاشقتم. میدونی که بدون تو نیم ساعت هم امتحان میکنم. جانم عزیزم، قربونت برم. توپلی من، قربون چشای خوشگلت برم. دوست دارم، خیلی دوست دارم. میام با هم میریم شام بیرون، بعدش بغل بغل، بعد بوس بوس. نه بابا، هم بغل هم بوس، بعدش چی؟ سلام آقای فروخی من. قربون اشتهاد منم میخوای؟ جان انقدر مریضی از تلفن؟ از تلفن؟ من شارژ گوشیم تموم شده بود، بعد اولین بار از تلفن شرکت دارم استفاده میکنم. اشکالی داره؟ منم ار چی آقا؟ من پولشو میدم خدمتتون. بعد آقای محمودی ناموس نداری؟ آقا من پولشو میدم. پولشو میخواد بدی؟ نازنی جان، نازنین خانم. بابا کی؟ ها؟ عمو جان، بابا رفت برای شما چیزی بگیره بیاد. اینقدر راه نرو دختر، انگار رو مغز من داری راه میری. ای یعنی چی؟ من نمیدونم این بازی مسخره قراره تا کی ادامه پیدا کنه. من دیگه خسته شدم. تو هم کشتی منو. هی خسته شدم. نشنیدی پدر بزرگت چی گفت؟ به در میگه دیوار بشنوه. اگه الان با هم خوب نبودید، باید تو سلطان آباد زندگی میکردید. اصلا هر چی گفت، من دیگه این حرفا حالیم نیست. حالت خوبه؟ مثل که متوجه ماجرا نیستی یا؟ مادر من دیگه نمیتونم تحملش کنم. میبینمش حالم بد میشه، میخوام اوق بذارم. آفرین. هم ما رو از اینجا آواره کن، همون پیرمرد رو سکته بده. بفرمایید آقا جون. آقا جان با شما. چیه دخترم؟ هیچی آقا جون، گفتم چیزی لازم ندارین براتون بیارم. نه ممنون. راستش اومدم بگم که آخر هفته میخوام بریم ویلا. یه کارایی هستش که باید اونجا انجام بدیم. البته ساسان تو جریان هست، راجع به زمینای اونجاست.
آقا جون میشه من نیام؟ برای چی؟ من اینجا خیلی کار دارم. واسه چی کار داری؟ دخترم نمیشه که آقا جونو تنها بذاری، رفیق نمرا که نیستی؟ آقا جون میدونین کلی کار تو کارخونه دارم، یه گالمه پرونده ناتموم داریم. عزیزم تا آخر رفته خیلی وقت داری که کارای ناتموم تو تموم بکنی. منم یه زنگی میزنم به هیئت مدیره کارخونه سفارشتون رو میکنم. چیزی گو میلن خانم؟ به علیکه سلام. ساعتتو نگاه کردی؟ آره خیلی. من تو نگاه نکردی؟ قشنگه؟ چرا دیر کردی؟ ای بابا البته به شما که بد نگذشته. در صورت ببخشید. خب اشکال ندار، بیا بشینیم یه چیزی بخور، منم بگم امروز چی کار کردم برات. آی باز که ذهنت درگیره. روانشناس خوبی هستی ها؟ اونطوری که به یه نقطه خیره میشی معلومه توی دنیای دیگه داری سیر میکنی. آره خب دارم فکر میکنم این کاری که میکنیم اصلا برای آقا جون خوبه یا نه. بعدش هم شما رو میخواییم بریم میخواد چی بشه. فقط امیدوارم این دومیه خوب بشه. سخت نگی، بهت قول میدم همه چی درست میشه. آقای فراخی؟ بله. تشریف بیاریم. اینجا رو یه ازداره فرمانیم. بله. نهشت نگی رسه. معذرت میخوام. بله. همهش جوهر مهر داده. اینم که مداده که مثل اینکه قسمت نیست. گفتم که سخت نگیر. آخه نمی نویسه که اینم الان نمی نویسه. سخت نمی گیری مثل اینکه خوب پیش میره. ببخشید منتظر که سیاسی میتونم کمکتون کنم؟ منتظر آقای فراخی هستم. ساسان فراخی؟ نه به محمودی جان. مهندس من فقط میخواستم بهشون کمک کنم. خواهش ما آقا ما یه عذرخواهی به شما بدیم. نه نه شما هیچی من رو بکنی چرا یه بغل بغل نه نه بوس بوس این بوس نه آقا اونو که خواهیده نداره. مهندس من گاز نگیر. نه کردیم این حرفا چیه؟ خواهش میکنم قربون دارم تو پلی من قربون چشا دارم. آقا بس ما رو بخشیدی دیگه. بله بله خانم بفرما بری. خدا نگهدار. خدا نگهدار گلم. ساسان حواسم هست ها، فکر نکنی که یادم رفته. چیه مامان جون؟ همون که اون شب زنم بود میگفتی گرفته. تا فل مافل بود چی بود؟ هنوز بر من نخریدی. آخ مادر من تافل که دست به مزبن نیست، یه مدرک مال زبان انگلیسی باید بری کلاسش بری. ولی چه اونم واسط میگیرم. اگه تو راه زندگی غبار غم به دل نشست، اگه یه طوفانی شد و قایقمون به گل نشست، اگه روزای خوبمون حالا شدن شبای بعد، تو پیچ و تاب سرنوشت اگه غرورمون شکست، باور نکن به بودن یه غربت همیشگی، تا وقتی روشن دلت ادامه داره زندگی، گاهی یه خاطر واسد انقدر آرزو میشه، آخر دریا رو ببین یه آسمون شروع میشه.
خسته نباشی پسرم. قربونه دارم آقا جون. بالاخره رسیدی. خسته نباشی نازنین خانم. آدم میاد اینجا واقعا فرق آب و هوا رو میفهمه. به خاطر همینه میگم دست نازنین رو بگیر بیا همینجا زندگی بکن. اکسیژن فقط شفت و بچه هم بنداز اینجا. بله شما فعلا برو چمدونا رو بیار ممنون. چشم چشم چشم. اصلا اشتها آوره آدم حوض میکنه غذا. آقا جون گوشتارم بیارم براتون سیخ کنم. بیار بیار داستان. چرا وسیله تو بودگو تو اون اتاق؟ شما که عقدی هم هستین وسیله جمع میکنیم ببریم بذاری تو اتاق نازنی. چشم آقا جون. نه آقا جون بشین. آقا جون میگه زشته. آقا جون نمیدونه. چی رو نمیدونه؟ آقا جون شب خور و پف میکنه نمیذاره بخوابیم. تو که خور و پف نمیکردی؟ مثل اینکه جایدن میکنم. قبلا اینطوری نبود. آقا جون از وقت شما رفتین صد تا ایبویرات پیدا کرده. خوبه اینطوری منو بهتر درک میکنی. من 10 ساله دارم تنها زندگی میکنم. آخه دیگه وقتشه واسه تون آستین بالا بزنیم. دست درد نکنه. 10 سال تنهایی سخت نی؟ عادت میکنی. ببین ساسان جان تنهایی خطرناکترین چیز دنیاست. آدم که تنها باشه منزوی میشه گوشه گیر میشه. تو فکر میکنه عمر آدمی تا کیه؟ تا زمانیه که سقف آرزوهاش انقدر کوچیک نشه که وقتی میخواد سرشو بالا بگیره نتونه تکون بخوره. اون وقته که آرزوهاش شروع میکنه رو به افول رفتن. اون وقته که تو حاضری تمام دار و ندار زندگی تو بدی که فقط یک بار فقط یک بار به گذشته برگرد. پنداتون واقعا پهنای باندش. ببخش میفرمودین. شما جوانا باید قدر همدیگه رو بدونید. آدم تنهایی میتونه سفر بره شعر بگه بشین یه گوشه برای خودش هر کاری دلش بخواد بکنه ولی تنهایی نمیتونه تنهایی رو تحمل بکنه. اینو فراموش نکن. ای کاش نازنین بود این حرفا به درد اون میخوره آقا جونا. خب برو بیدارش بکن بعدم برین غذا بگیریم بیاریم. شما که میدونی من ممنون ورودم به اتاقش. قبلا خورناس دقیقا شدید نبود. خورناس خالی که نیست قاطی هم داره. یعنی اینقدر شدید شده چیکار کنیم آقا جون؟ فشار رومه فشاره. آخه از کی بود کمر باریک نزده بودم؟ اصلا کمر باریک میچسته با آدم. جناب ببخشید این دوغاش بدون گاز باشه؟ چه؟ اصلا کلن نوشاباش بدون گاز باشه؟ چه؟ گاز چیز خوبی؟ چه خوب؟ بابا مدل این اینجوری خود چیکار کنه؟ اصلا من نمیفهمم تو واسه چی هر جا میری منو میکشونی دنبال خودت؟ ببخشید خواسته آقا جون بودا وگرنه من همچه خوشم نمیاد. آخه نیست من از تو خیلی خوشم میاد اصلا قش میکنم واسه. جدا؟ برو بابا اصلا واسه چی بهش نمیگی ما طلاق گرفتیم؟ خب بابا یه قضیه انسانیه. اما مرتضی گفت اگه بهش بگیم استرس بهش دادیم سرطانش برمیگرده اون وقت میشیم قاتل پدر بزرگ. خوبه؟ نه خیر من خودم یه جوری بهش میگم استرسم نگیره. خب تو دیگه حالا قاتل بلفطره ای دیگه. قاتلم خودتی. من گفتم قاتل نگفتم قاتر که. بله من گفتم قاتل دقیقاً. مامان یه لحظه باش. الو سلام مامان. متوجه شدم خانم غفاری بفرمایید. خوبم. چیه کارخونه اتفاقی افتاده؟ آفرین پس آدرس و تلفن سهراب گیر آوردین. آره نه نمیدونم خانم چیه. اگر پیدا نکردید بهتون میگم که اخراجید. همین الان هم من زنگ میزنم حسابداری که بریم باشون تصویر بکنید. خانم خیلی ها به این شغل نیاز دارن. خیلی ها به این شغل نیاز دارن. و فردا نمیاد من دیگه تکرار نمی. روشنه؟ مامان سلام میرسونه. با شما نبودم خانم. باشه من تماس میگیرم. واقعا سوختا. خیلی سلام رسوند مامانت یا مامان نیلوفرت. نیلوفر کیه؟ اصلا هر کی به من چه؟ واسهش میری اون وقت؟ این اسپازی ها چه در میاری؟ اصلا مگه شما صاحب منی؟ نه خدا رو شکر صاحب پیدا کردی دست اصلا کچل ما برداشتی. نیلوفر زن به باره نیلوفر. من خواستم بگم نازنین. نازنین ناز نکن افتخار بده شما بشین. خودم دارم چندش برو کنار. نشست کنار. اینو کیه؟ به پیچان آروم تر بدی؟
هی پوف پوف میکنه. میگم اون داد، شما چرا گرفتی؟ چیو؟ گواهینامه رو. یعنی چی؟ رانندگی من چه مشکلی داره؟ از وقتی این ماشین افتاد دست تو زدی درو داغونش کردی. رانندگیت هم عین خود تعطیله. من تعطیل؟ اون وقت کی به تو رانندگی یاد داد؟ بابا تو. خیلی چه سفیدی. من فکر کردم از زده به اخلاقت. نگو به مغزت هم زده، آلزایمر رو بغل کردی. خیلی پررویی. البته شما خانم ها حق دارید. شما حیف پشت این ماشین هم میشینید. بعد پشت ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، همچین چیزایی بشینید. چه وضع رانندگی کردنه؟ از... چیزی نشد. ببخشید آقا، بفرمایید. یه پایین ماشین. حالا که چیزی نشده بفرمایید. خب بابا الان میام. کجا میری؟ الان هانیت کنم. من که گفتم هم با شماست. ببخشید. خواهشم اول همه هنگ کن سری بدینه میخوای بزنی. درسته رو مخمی ها، ولی اعصابم خورد شد اینطور شدی. ببخشید. بیا ادای سرت. ما هم خوب زدیم ها. وا الان چرا نمیای بریم درمونگا؟ خب همش لنج میکنی. بابا چیزی نشده که. وا چیزی نشده. زیر چشت قرمز شده. چشت باز نمیشه. دردم میکنه؟ من نمیدونم درد میکنه یا درد میکنه، ولی خیلی زشته. این لوئیس سوارز کی همش میپره رو سر کله مردم گاز میگیری. خب نه بس، مثل کریستیانو رونالدو باستم بزنم مصدومم کنم از زمین مسابقه بکشم بیرون. نمیرم بیرون من. یه آقای با شخصیت هیچ وقت گاز نمیگیره. خب یه آقای با شخصیت رو یه وقتایی یه کار میکنن گاز که هیچ پاچه هم میگیره. آقا جون بفرمایید. بس در نکنم. البته آقا جون فرموده دیگه تهاشه. پیاز شما اگه برای اشتهاش میخوایی ماشالله اشتهاش باز آقا جون ها. بگو ماشالله. ماشالله ماشالله. نوشه جوند آقا جون. نوشه جون. به 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 به. این بهترین غذایی بود که تو عمرم خوردم. دستتون درد نکنه بچه ها. خیلی ممنون که هوایی من دارید. آقا جون شما هر غذایی، هر وعده غذایی که میخورین بعدش میگین این بهترین غذای زندگی بود. تقصیر آقا جون نیست، مال معده‌شه که خودش مهربون‌تره. کلا معده‌ش مردم داره، یعنی غذا داره، با هر غذایی سازش و سلوک داره. درسته آقا جون؟ بله درسته. اونجا چی شده؟ بیا معده کمک کرد چششم باز شد. آقا جون، آقا جون شما درگیر غذا بودی؟ قاشق رفت تو چشم. مطمئن قاشق رفت؟ چیزی دیگه نبود؟ سر شوخی رو باهم کن آقا جون. نه آقا جون الکی میگه. میدونی چی شد؟ امروز رفته بودیم بیرون یه هایی. آخ چی شد؟ چیزی نشده. نه برید آقا جون. بابا چرا اینجوری؟ بابا واسه یه لحظه واسه یه چیز بیارم آقا جون. ببینید دستمال اونجا هست. دستمال چی بیارم آقا؟ قشنگ یه قاضی سیر بیارم. خیلی خب به چه شلوغ میکنه. بودو بودو بودو. چرا اینجوری میکنی؟ اصلا چیزی نشده. این چیزی نشده؟ آره بابا یه ذره است. چیزیش نشده که؟ یعنی چی چیزی نشده؟ حتما باید خمپاره 60 بخوره یا مته 22 رچه. آقا جون بگیم چیزی رو بریده دیگه. چقدر حیرونی پسر. بحث حیرونی نیست، صحبت بشریته. دست یه آدمیزاد بریده آقا جون. دوستش داری؟ آره آقا جون دوستش دارم. دوست داشتن بهترین نعمت دنیاست بچه هم. درست ما رو زمین زندگی میکنیم، ولی سرزمین واقعی ما قلب آدم هاییست که دوستشون داریم. چشم آقا جون. جمله های خوب میگه آقا جون، ولی قشنگ بعضی وقتا 70% نمیفهمم. خوبه؟ آره خوب شد. بیا در پارکینگ رو بکنم. آقا جون اومده. بیا. با کسی قرار داشتی؟ با سلینا گومز. نمیدونم چرا زود اومده. ها 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 این نظره. سلام خانم فراخی. خانم ما از دست شما آرامش نداریم. هر جا میریم باید این جن ظاهر بشی. منظورتون چیه؟ یعنی چی منظورتون چیه؟ موبایل آنتن نمیداد، منم با آقای ساسان کار مهم داشتم، مجبور شدم تا اینجا بیام. ای
موبایل آنتن نمیداد، موبایل هر کی آنتن نده شما شهر به شهر، کشور به کشور، تا جیبوتی هم باشه دنبالش میری. متوجه نمیشم. چیو متوجه نمیشی؟ اصلا ببینم آدرس اینجا رو از کجا داشتی؟ نکنه قبلا باهاش اومدی اینجا؟ آره؟ رعایت کنید خانم. من هر چی سکوت میکنم شما بدتر میشید. چی شده دخترم؟ هیچی آقا جون. سلام آقای فرخی. سلام دخترم. خوب هستید؟ ممنونم. چی شده؟ هیچی آقا جون. موبایل آنتن نمیداد. منم اسناد و مدارک رو برای آقا ساسان مجبور شدم تا اینجا بیارم. سلام. سلام. اینو بیا. ایشون خانم لیلا نیلوفر هستن، وکیل آقا جون. آقا جون معرفی کرد به ما که کارهای انتقال سند به نام شما، من و رویا رو انجام بدن. بعد خب پیش نیامد که من معرفی کنم خدمتتون. در راستش خب یه ذره شیطنت کردم. می‌خواستم بعد از اینکه یه جشن مفصل گرفتیم، همه رو دعوت کردیم، یه جورای سورپرایزت کنم. در واقع من می‌خوام فاز دوم کارخونه رو تو زمین بالا با کمک لیلا خانم انجام بدم. همه کارا رو انجام دادم. خیلی ممنون. ممنون آقا جون. چرا؟ خیلی زحمت کشیده تفلی. ما نهایتی دعوت داریم، شما هم دوست داریم میتونیم بیاییم. خیلی ممنون آقای فراخی. همه هنگ کردم بیان از محل احداث کارخونه عکس و فیلم تهیه کنن. مزاحمتون نمیشم. مرسی. خواهش کنم. با اجازه تو. خدافظ. آقا ساسان. جونم آقا جون. یه میوه چیزی دستام که از اینشون بکرم. چایی که میتونی بریزی؟ چشم آقا جون. رو چشم بفرمون. دندونه میشکنه. فکرم لولش. سلام علیکم. سلام. سلام. سلام علیکم. سلام. سلام علیکم. سلام. حسن آقا آمده ملوک خانم. هم ولایتیمون شوهر زهره خانم میگه. چی؟ حسن آقا. حسن آقا رو میگه شوهر زهره خانم. خدا بیامرز. آها، خدا بیامرز. مولوی خانم خیلی دلم براتون تنگ شده بود. میگه دلم براتون تنگ شده بود. ها؟ دلش دل حسن آقا میگه برای شما تنگ شده بود. تنگ. سلام. سلام. ای صورتتون چیزی نیه دست این نازنین. کارتون به جای کشیده میزنتتون؟ نه خیلی، ولی باعث شدن. باعث شد خودزنی کنی؟ نه خیلی، باعث شد با سه نفر درگیر بشم. آدم فرستاد سر راتون؟ نه خورم هیچی، صفر خاروندم، اینجوری شد، شوخی کردم. ها میگم مثلا نازنین اینجور آدمی نیست. خانم تعطیل اینا، ولش کن برو سر اصل مطلب. قرار بود این مردک سهراب یه چیزایی بگین. من سهرابم. منم نیکول کیدمنم، 12 شب بعد جنیفر لوپز میشم، خوشبختم. نه سهراب منم. نازنین اسم منو تو گوشیش سهراب سیف کرده، بعدم عکس یه پسر خوشتیپو گذاشته رو گوشیش. خانم قفوری چرا هزیون میگی؟ من خودم 10 صدا رو شنیدم. منظورتون این صداه؟ یا این یکی؟ همونه دیگه. قطعش کن خانم، با قطعش کن صدای اینو.
هر کدوم از این صدا رو چند بار براتون گذاشته بود، ولی شما هیچ وقت متوجه تکراری بودنش نشدی. اصلا اینا تو گوشه شما چیکار میکنه؟ اینا رو من به نازنین دادم. شما بیجا کردین. منظورت این کار چیه که زندگی ما رو پاشوندین؟ بعد از عقدتون دکترا به نازنین گفتن که اون هیچ وقت بچه دار نمیشه. گفتن نازاست. گویا شما هم مدام بهش میگفتین که عاشق بچه اینو، دلتون 6 تا بچه میخواد. نازنین واسه اینکه زندگی شما رو تباه نکنه ازتون طلاق گرفت. بعدم اون بازی ها رو راه انداخت که خودش از چشم شما بندازه. یعنی تا شما برید پی زندگیتون، برید پی خوشبختیتون. نازنین عاشق شماست. چه شبایی که تا صبح گریه نکرده. من همه اینا رو دیدم. بارها بهش گفتم برو همه چیزو بهش بگو، شاید قبول کنه. گفت نه، ساسان عاشق پدر شدنه، من نمیخوام این آرزو رو ازش بگیرم. دارم 6 تا بچه بیاریم. 6 تا؟ مگه تیم والیباله؟ خب چی کار کنم؟ عاشق بچه‌ام. خود میدونی که چقدر بچه دوست دارم. بعد زیاد که باشیم، چه میدونم با هم دیگه کیف میکنیم، باقی وش میریم، چه میدونم 3 تاش میخوابه، با اون 3 تا که بلند شدن با اونا بازی میکنیم، کیف میکنیم دیگه. بعد میشه این دوچرخه ها که 6 نفری با ما هم قشنگ میریم کیف میکنیم. بعد چی بعد؟ شما که اینجا قرار داری. اصلا بچه‌ها رو میذارم زیر پام لم میکنم. تمام اینا به خاطر شماست. یعنی اگر من دروغ میگم، اگر دروغ میگم واقعا همین الان یه بلا سر من بیاد. خدا نکنه. دوباره دروغ گفتی. نه بابا، اون نمیم چرا به ما گیر داده. کو می‌بینم به یاد قدیم اومدی سر پاتوق و تلفنم جواب نمیدی. سلام. سلام. می‌خواستم یکم تنها باشم. بچی. کاری از دست من برمیاد؟ نه. می‌دونی ساسان؟ جونم. من دیگه خسته شدم. دیگه نمی‌خوام دروغ بگم. نه به تو، نه به خودم، نه به آقا جون، نه به هیچ کس دیگه. دیگه لازم نیست دروغ بگی، من همه چی میدونم. تو هیچ چی رو نمیدونی. من با سهراب جونت حرف زدم، همه چی رو میدونم. چی میگی تو؟ نازنین، من بچه نمیخوام، من تو رو میخوام. تو میدونی من دیوونه وار دوستت دارم، برای چی این کار رو با من کردی؟ فکر کردی اگه از من جدا شدی حالم خوب شد؟ مگه قول ندادی همیشه با اون باشی؟ پس چی شد؟ تو اصلا از خودت پرسیدی چرا انقدر حالم بده؟ چرا انقدر قرص میخورم؟ چرا انقدر عصبیم؟ چرا انقدر جیغ میزنم؟ نه نپرسیدی، فقط مسخرم کردی. حق داری، ببخشید. ساسان، تو این دنیا هیچ کس و هیچ چیزی از تو بیشتر برام عزیز نیست. ولی تو بچه دوست داری، حقته که پدرشی. من نمیتونم مادرشم، میفهمی؟ تو فکر کردی من تو رو برای بچه میخوام؟ دیوونه. من تو رو به خاطر خودت میخوام. حالا این صدای ضبط شده مال کدوم مردک بود؟ سهراب دیگه. زهرمار دیگه. فاصله فاصله. نگاه کن، عین کبابیا. آفرین. بیا. بیا اینه نگرد دستت. من زغالم ترش بریزم ردیف کنم. بیا. آه آه.
ببین چی شد؟ لباس سیا نکنی. حواسم هست، حواسم هست. اون پیاز صابرده رو نمیتونه بکشی اونور، کور شدم. برای همین این جن دیده ها شدی؟ آره خوب، جن که دیدم. به سلامتی. فقط میسی که بلدی کیک بپزی. بیا بگی، بیا بگی. اشکاتو پاک کن، دماغت هم نریزه تو این سالاده. زور میخوان اینو بخورم. من که عمرن لب به این سالاد بزنم. چقدر زنبور هست اینجا، آدم میترسه. بروزتو ست کردی یا؟ با چی؟ با شلوارم؟ نه خیر با بادم جونه زیر چشت. روسریتی که ستره این بادم جونیه. اصلا بادم جونه این رنگی داریم؟ نه پس این رنگی داریم. اینه من با کبودی زیر چشم ست کردم. خیلی خوب بچه بعد از نهار رفته رفته وسایلتون جمع بکنی، فردا صبح همه میریم تهرون. اما مرتضام شب میاد ایران. چشم آقا جون، چشم. چقدر زنبور هست نازنین. یه چیزی بگم، با همه خلبازیات خیلی دوست دارم. مرسی. ولی تو یه چیز دیگه میخواستی بگی. آره اینو میخواستم بگم، اینو میخواستم بگم که من غلط بکنم حق طلاق بدم به زن. والا اصلا بگی مرد عاقل حق طلاق میده به زنش. قربونه دهنه. سوخت. چی دارین به هم دیگه میگین؟ یه ساعت مخم دیگر دارین میزنین. چی آقا جون؟ بذار سوخت. نازنین مامان جان کمک نمیخواد؟ چرا چرا مامان جون اومدم. بده من. بفرمایید. دست درد نکنه. بده شما. سر حالی؟ آره خب مگه بده؟ نه بد که نیست. چه خبره؟ هیچی مامان، داشتیم کباب درست میکردیم. کباب درست میکردیم. چه خبره؟ مامان جون تو که آی کیوت انقدر بالاست، من حرف نزده خودت همه چیو میفهمی. خب داشتیم با پسرم موساسان کباب درست میکردیم. با پسرم موساسان کباب درست میکردیم. همین؟ میگی چه خبره یا نه؟ بله. یعنی میدونی چیه؟ من یه فکری کردم، یعنی یه ذره با خودم فکر کردم. خب فکر کردم که ساسان که پسر بدی نیست، هم خوش اخلاقه، هم مهربونه، هم تحصیل کرده است، هم فامیله، پسر عمومه. حالا درسته یه ذره خوله، ولی من دوستش دارم دیگه، شیرینه. اون که شیرین عقله. خب مامان جون به لبم کردی میگی یا نه؟ میدونی چیه؟ من یه فکری کردم، یعنی اون یه فکری کرد. نظره بگو دیگه. خب یعنی اون گفتش که بیا دوباره با هم ازدواج کنیم. چی؟ بیا بریم تو اتاق. اینا رو هم کباب کن، آقا جون خیلی دوست داره. چشم بهترین مامان دنیا. میبینم که الحمدلله روحیت خیلی خوب شده. بله چون یه تصمیماتی گرفتم. خیر باشه انشالله. خیر مامان جون. خب بگو ببینم چه تصمیمی. میخوام زن بگیرم. تو بیجا میکنی، تو غلط میکنی بدون اجازه من زن بگیری. چه زنی میخوای بگیری؟ بابا یه زن جاه طلب، یه زن مغرور، یه زن خودخواه، یه زن لجوج، لجباز، کسی که عقدمونو تو آسمونا نوشتن. مثلا کی؟ نازنین. کی؟ نازنین. دخترمو تو میگی؟ بابا نازنین خودمون، همونی که ازش متنفری؟ نه اینجوری هم نیست. ما سر لج و لجبازی قصه هم اینجا کشید، وگرنه هر جور نگاه کنم دختر دوست داشتنی و زن زندگیه. بعد خودش هم الان به یه شناختی رسیده، فهمیده تنها مردی که تو زندگیش جذابه، دوست داشتنیه، دلرباست، خوشتیپه، شیرینه، منم. در واقع یک آدم تیپیکال. ها آقای پاریکال. نه تیپیکال. آقای پاریکال این مدتی که اینجا بودین نازنین سرش به سنگی تخته چیزی نخورده؟ یعنی چی مامان جون؟ یه جور میگه انگار این خصوصیات رو ندارم من. نمیدونم والا. خب قرمت برم، فقط حواست باشه آقا جون نفهمه. خودم یه جورایی بهش میخوام بگم. آقا جون همه چیزو میدونه. نه نمیدونه. گفتم که میدونه. نه نمیدونه. میدونه. از کجا؟ همون موقع که امریکا بود بنده زنگ زدم به عمو مرتضی، همه چیزو براش گفتم، توضیح دادم، ایشونم برای آقا جون توضیح دادم. چرا گفتی؟ چرا نداره؟
برای اینکه دیدم تو داری قصه میخوری، مثل شمم هر روز داری آب میشی. پس یعنی تلفن عمو مرتضی به من و نازنین الکی بود؟ نه همچنین الکی هم نبوده، برای اینکه فیلم دعوای تو رو نازنین آقا جون همه شو دیده، خود کارمندای کارخونه براش فرستادن دیگه. ما رو باش به چه کسایی داریم حقوق میدیم اونجا، یه مش دهنلق. آقا جون دست شما درد نکنه، یعنی توی این مدت ما همش سر کار بودیم میگاره؟ نه ساسان جان، همه این کارا حکمتی توش بود. عاشقتم آقا جون، ولی من از شما دلخور نیستم. من از شما توقع نداشتم، من باش که مقصد برای تافل بگیرم. خیلی خب بسه، خودتو مسخره کن. خودم رفتم اسمم هم نوشتم تمومم شد. جدی میگی؟ Yes, of course. چی بلایی شدی؟ شتا چی کلاساشون هم فشرده داره میگذرونه. واقعا خیلی خوشحالم که همه چی به خوشی و خرمی تموم شد. دستتون درد نکنه آقا جون. دست شما درد نکنه بابت این قضیه خیلی خوشمزه. بون اپتی آقا جون. بون اپتی. یعنی چی؟ یعنی که نوش جان. فرانسوی نیستی؟ من هم فرانسه دارم میخونم هم انگلیسی. لطفا اسم منم بنویسید. نمیشه عزیزم، قربونت برم، 70 به بالا رو اسم نمینویسم. شما رو چطور نوشتن؟ خب دیگه. خب بعدش احتمالا اسپانیایی هم میخواد بره. من فکر میکنم که الان لازم که موسیقی چیزی باشه بالاخره. ساسانه بلنشید حرکتی بکنه ها. من یه دفعه تو عروسی یه تو تالار ببینم سنگ تمام می‌خوام بزنم، دی جی بیاد ازش. حالا یه تیکش اینجا بیا. نداریم چیز اینجا آقا جون، موسیقی که می‌تونیم بذاریم. موسیقی بذار. باشه دیگه مادر، باشه یه من چیزی دارم. حالا اجازه با این نمیاد آخه. اجازه بدید. این چیزی نمیاد. میاد چی چی نمیاد، همه چی میاد. بابا اسپیکر بابا باند باشه. آخه از این کلاگیاس به درد چاک کردن می‌خوره. نفت آتیش بزنه بیرون. اگه یک گوشه ای تنهات ببینم، تو را مثل گل از شاخه میچینم، گل از شاخه چیده زود میمیره، اما صد تا گل از تو جون میگیر. نازنین ناز نکن، در کسی باز نکن، نازنین غر نکن، زندگی موزه نکن، زندگی موزه. منی ناز نکن برامش به او عطاب بس دیگه، هر کاری کنی مال خود منی، نمیدم دست کس دیگه. مشکل من دوری از تو، اینقدر واسم ناز نکن، بیا فقط مال خود من باشه، در رو غریب باز نکن. میدونی که سعید با تو میمونه و قلبشو به تو پاس میده، نازنین منی کنار تو بودن هر ثانیهش باز میده. کسی دیگه توی دلم نمیاد، دیوونه شدم به جون تو، هر کاری کنی دنبال تم و دوام نمیارم بدون تو. نازنین ناز نکن، در رو کسی باز نکن، نازنین غر نکن، زندگی موزه نکن، زندگی موزه. اگه یک گوشه ای تنهات ببینم، تو را مثل گل از شاخه میچینم، گل از شاخه چیده زود میمیره، اما صد تا گل از تو جون میگیر. نازنین ناز نکن، در کسی باز نکن، نازنین غر نکن، زندگی موزه نکن، زندگی موزه. سعید پانتر تو، چون که همه اونا منو میخوان، آره هر جا که برم منو میپاد دیگه، بسی که رفت سفر.